تورا سیبارانو موشه مراشای رد یعقوب قوانین پرنده یا مثلا برای که داخل شکمشو از گوشتهای مواد غذایی پر میکنن، حالتی که در مورد که میخوان گوشتی رو داخل گفتیم پرنده یا بره یا یه شکمبه سیرابی اینا قرار میدن با برنج سایر مواد دیگه و میپزن اونا رو، باید دقت کرد که هر دو مورد چه گوشتی که میخوان داخل شکم اون مرغ یا ایوون قرار بدن چه خود اون مرغه یا گیپای فلان اینا حتما نمک شده باشه، شسته شده باشه مطابق قانون. بعد مجاز که حالا شکم اون مرغ و یا ایوون رو پر کرد و پختش. اما اگر اشتباه کرد که گوشتی رو که کایه گوشتی رو که نمک نشده هنوز بعد اونا رو داخل شکم پرنده یا بره قرار داده که شکمشو پر کردن، اگه اون بره یا پرنده رو کباب میکنم اون شکلی درسته با چیزی که داخلشه مجازه، چرا که حرارته باعث دفع خون میشه و خونه نهایتا خارج میشه. اما خب به صورت معمولی شکلی گوشتی چیز داخل پرندینا قرار میدن که بیا کبابش بکنن، به صورت معمول این هست که میخوان اونو داخل دیگ بپزن و در این صورت مثل قانونی که قبلا گفتیم گوشتی که نمک نشده و برای پخ بکاره باید محتویات دیگ 60 برابر کل اون تیکه گوش باشه تا غذا مجاز بشه، اگر نه کل غذا آسور شده. به همین خاطر باید دقت کرد که اگر گوشتی رو میخواد استفاده بکنه به عنوان که مرغ شکمپوری درست بکنه یا داخل شکم بره ای بزغاله بذاره یا حالتایی که از اون شکمبه مثلا ریبون میگیرن داخلشو با برنج و حالا گوشت و سایر مواد غذایی پر میکنن، حتما گوشت از قبل کاشر شده باشه، شسته شده باشه، نمک شده باشه و بعد استفاده بشه که ایسوری پیش نیاد. گوشتی که نمک نشده بود، چسته بودن اون رو و اشتباه کردن و اومدن حالا خورد خورد ریزش کردن یا چرخ کردن اون رو، دیگه چنین حالتی نمک کردن برای اون فایده نداره. گوشتی که چرخ شده بافتش آب و نمک رو بیشه به خود جذب میکنه، تنها راه چارش کباب کردن اون هست. اما به صورت معمول آسوره که چنین کار انجام بده که گوشت رو قبل از اینکه شسته و نمک بشه بیا چرخ بکنه بگه اینو حالا من میخوام کبابش بکنم، چون بعض وقتا زیاد میاد آدم توی یخچال میذاره فریز میکنه اشتباه میشه میاد کتله درست میکنه، در واقع گوشت نمک نشده و کتله در مثلاً همه غذا آسور شده. به همین خاطر باید دقت کرد که گوشتی که اگه همون لحظه حالا میخواد استفاده کنه خوردش کرد کبابش کرد میشه رو نمک نشده هم موقع رو کباب نمک میزنه خود حرفی، اما اگه بخواد چرخش کنه حتما قبلا شسته و نمک شده باشه حتی اگه بخواد به نیت کباب استفاده کنه که بعدا دوچار میخشور و لغزش نشه. مواردی که الان مرغ رو یا اون چیزی که میخوان کباب کنن و داخل مایع قرار میذارن، مثلا آرد رو با یه سری ادویه‌جات و فلان اینها قاطی میکنن با آب یا حالت مثل سس میشه محلولی میشه و گوش یا مرغی که میخوان کبابش بکنن داخل این مایه فرو میبرن و کبابش میکنن، اگر اشتباه شده بود و اون گوش یا مرغ قبلا نمک نشده چنین حالت این ناشی از حرارت خونشو دفع میکنه و این خونه جذب اون لایه خمیری که عملا دورش بسته شده میشه، و همین خاطر در چنین حالتی اگر اون خمیره اون مایه خیلی شل آبکی بوده مرغه یا گوشته مجاز به خوردن از چون خونش دفع شده، اما اون لایه خمیری که دورشه آسوره چون خونه جذب اون خمیره میشه و کامل دفع نمیشه. و اگه حالتیست که خمیره زخیم هست مثل حالتیست که پیراشکی درست میکنن گوشت رو داخل اون قرار میدن، حتی اگه کبابش هم بکنه کل محتویات چون اون خمیره مکم چسبیده به
غلیظ هم هست چسبیده به گوشته و مانع میشه که گوشته خونش کامل دفع بشه. بسیاری امروزه سخت میگیرن که ما حد قابل تشخیص برای اینکه اون خمیری که دور گوشته لایه نازک بوده یا زخیم هست به دقت مشخص نیست. به همین خاطر اگر گوشتی رو که از قبل نمک نشده دورش اومد توی مایه زد یا خمیری گرفت و کبابش هم حتی کرد تو فر گذاشت، کلش آسور شده و باید دقت کرد که از قبل چنین گوشتی یا مرغی از قبل شسته و نمک شده باشه، بعد داخل اون معجونه فرو ببرن یا به صورت حالت پیراشکی چیزی دورش بگیرن داخل خمیر و کبابش کنن یا داخل فر قرار بدن که کباب بشه. مسلمه که اگه گوشته یا مرغه قبلا شسته و نمک شده، خب خونش دفع شده، حالا اومد دورشو تو معجونی زد یا داخل خمیری گرفت و پختش یا کبابش که سرخش کرد یا کباب کرد، چه خود گوشته چه خمیری که دورشه مجازش ها که قبلا نمک شده بوده و هرچه خون داشته دفع شده و نمیترسه که مبادا خونی باقی مونده باشه در گوشته و حالا جذب اون خمیر شده باشه. اگر گوشت رو نمک کرده ولی بدونه که بشوره، حالا داخل معجون زد یا داخل خمیر قرار داد، این عملا مثل این که گوشتی رو نمک کردن داخل کاسه ظرف قرار دادن که سوراخ نداره که خونه دفع بشه و همه هم گوشته هم خمیر دورش آسوره. گوشتی که قبلا نمک شسته و کامل شسته شده، این مثلا گوشت نمک شده شسته شده مثلا فریز میکنن بعد که میزنن یخش باز بشه یه خونابه ازش خارج میشه، قبلا گفتیم این دیگه خون محسوب نمیشه، این اساره خود گوشته و ممنوعیت ایسوری نداره. به همین خاطر اگه گوشت رو یخ زده حالا همینجوری انداخت داخل مواد، یعنی وقتی هم که آب میشه اون اسارهش قاطی مواد دیگه میشه، ایسوری ایجاد نشده چون گوشت قبلا نمک شده بوده مطابق قانون، شسته شده بوده و هرچی خون داشته دفع شده. هستن که میگن که مجازه که گوشتی رو که هنوز نمک نشده کم روغن روش بزنن یا تخم مرغ رو سطحش بزنن و بعد حالا میخوان اون رو کبابش بکنن که این روغنه یا این که توی زرده تخم مرغ به هم زدن، حالا اون گوشتی که گوشت رو توی این زرده تخم مرغ چرخوندن رو سریع کبابش میکنن، این مانع دفع خون نمیشه. با این حال بعضی از بزرگان اختلاف نظر دارن، چرا که تخم مرغ سریع ناشی از حرارت بسته میشه، لایه اسفندان سفتی به خودش میگیره و این مانع دفع خون میشه. به همین خاطر اگر گوشتی است که قبلا نمک نشده شسته نشده کامل، مجاز است که آره بیاد زرده تخم مرغ روش بزنه یا بهش حالا روغن کمتر، چون روغن برای اون مایه از بین روغن یه لایه نازک روغن خارج میشه، اما ماده‌ای که مثل تخم مرغ که بسته میشه سریع ناشی از حرارت، این ممنوعیت ایجاد میکنه. جمع‌بندی کلی این است که به هر حال گوشت مرغی که آدم خریداری میکنه تهیه میکنه، اما ابتدای کار کاملا باز که یکا شد شسته و نمک بشه که بعدا ممکنه فراموش بکنه، خاص هر گونه استفاده بکنه، برای پخت باشه، برای کباب شدن باشه، داخل معجونی چیزی بزنه، دچار اشتباه و میکشور نشه.